حمله با چاقو در سویدن. 3 تن از زخمیان در تهدید حیاتی قرار دارند. پلیس سویدن گفته است که 1 جوان در جنوب این کشور با چاقو به مردم حمله کرده و 7 تن را زخمی کرده است. مقام ها گفتند که 3 تن از زخمیان در خطر حیاتی قرار دارند. رسانه ها گزارش دادند که فرد مظنون 1 افغان است. پلیس سویدن گفته است که این حادثه روز 4 شنبه در شهر کوچک ویتلاندا در جنوب این کشور به وقوع پیوست و این حادثه به عنوان تلاش به قتل تحت بررسی قرار دارد، اما در مورد انگیزه احتمالی تروریستی نیز تحقیق می شود. در مجموع به شمول خود فرد مظنون 8 تن زخمی شدند. فرد مظنون به این حمله 1 جوان 22 سال است و هدف شلیک پلیس قرار گرفت و بازداشت شد. پلیس گفته است که 3 تن از زخمیان در خطر حیاتی قرار دارند. 2 تن جراحت های جدی و 2 تن دیگر زخم های سطحی و خفیف برداشتند. این حمله در 5 موقعیت صورت گرفته است. برخی رسانه ها از حمله با چاقو و خبرگزاری آسوشیتد پرس از حمله با تبر گزارش دادند. اما پلیس مشخص نساخت که دقیقاً از چه سلاحی کار گرفته شده و تنها گفته است که از 1 سلاح تیز استفاده شده است. پلیس گفته است که فرد مظنون در شفاخانه زیر نظارت پلیس قرار دارد و به نظر نمی رسد که جراحت‌هایش تهدید کننده حیات باشد. سرویس امنیتی سویدن به پلیس در این تحقیقات کمک می کند. چند رسانه سویدنی به شمول شبکه تلویزیون SVT گزارش دادند که پلیس ناوقت روز 4 شنبه آپارتمان فرد مظنون را در شهر ویتلاندا تلاشی کرد. پلیس در مورد هویت مهاجم مظنون چیزی نگفته است و افزوده است که ظاهراً او به تنهایی عمل کرده. اما روزنامه دیلی اکسپرس و شبکه تلویزیون SVT گزارش دادند که فرد مظنون 1 جوان 22 ساله از افغانستان است و در سال 2018 به سویدن مهاجرت کرده است. یونس لیندن مقام پلیس در محل گفت که فرد مظنون پیش از این به دلیل ارتکاب جرایم کوچک نزد پلیس شناخته شده بود. میکایل دامبرگ وزیر امور داخلی سویدن و برنامه صبحگاهی شبکه SVT گفته که پلیس در مورد انگیزه احتمالی تروریستی این حمله تحقیقی می‌کند.